سلام میلا جان. سلام دوستان، صدای من هست؟ صدای من داره؟ بله صدات هست. من فقط یه توضیح بدم، من سر کارم، اگه یک وقتی برام مشتری بیاد من بایش... چند دقیقه برم دو بگو اشکال نداره. اشکال نداره، برو سر اصل مطلب که ما بتونیم به بقیه‌ام بگیم. میرم بگو. سر اصل مطلب خیلی سریع. خیلی دلم میخواست که این دوستی که حالا مجاهد بود ما صحبت کنیم. شما دیروز جلوی دادگاه بودیم و واقعا یه نمایش چای ما دیدیم از این سخن جاهدین بی نظیر. حالا نکته که میخوام بگم و علتی که اومدم بالا که اتفاقا مرتبط است به همین بحث مجاهدین حمید نوری و اتفاقاتی که دیروز افتاد، این هست که 22 آگوست که مصادف هست با 31 مرداد ماه، اگر مطلع باشید سال دومی هست که در حقیقت سال سومی است که به عنوان روز جهانی ارتداد اپوستاسی دی نامگذاری شده. سال پیش نهاد اکس مسلم ایتالیا در خیلی فعال بود، ما خودمون فعالیت کردیم. صدای یه ذره قطع بس میشه میلا جان، میکروفون رو خوب بزن. اجازه بدید پس من صبر کنم یه لحظه، من الان هدفونم اومد. درسته؟ الان بهتر شد. اگه میشه یه ذره سریع‌تر بگی که چون بیانیه‌ها معمولا مردم حوصله‌شون از بیانیه سر میره. اگه می‌خوای بیانیه تو بگی یه مقدار کوتاه‌تر بگو. باش. 22 آگوست 31 مرداد روز جهانی ارتداد هست. روز جهانی در حقیقت مرتدین. یکی از احکامی که حمید نوری نسبت بهش متهم شده، قتل، یعنی در رابطه باهاش متهم به قتل عمد شده، کشتار زندانیان چپ و خدا ناباور تحت عنوان ارتداد در دهه 60 بوده. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم همچنان 13 تا کشور حداقل ما میدونیم که حکم ارتداد صادر میکنن. تو ایران ما زندانیانی داریم که به جرم کفتگویی تو زندان هستن، دو نفرم که اصلا حکم اعدامشون تصویب شد که نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی بیانیه داد در رابطه باشون. من میخواستم از دوستان دعوت بکنم، مخاطبینی که دارن نگاه میکنن، میرم 98 نفر دارن این برنامه رو میبینن، احتمالا ضبط شده هم در آینده خواهند دید، که در رابطه با روز جهانی ارتداد 22 آگوست 31 مرداد، دوستان لطفا کار بکنید، فعالیت کنید، عکس منتشر کنید. خود جمهوری بی خدایان آرمین و بابک که چقدر خوشحالم حالا صورت بابک هم بالاخره ما دیدیم، چشمون روشن واقعا بابک جان، در این رابطه کار بکنید، برنامه بسازید و غیره. اهمیت داره که این روزا هرچه بیشتر ما بزرگداشت داشته باشیم در رابطه باهش، به خصوص که این جمله رو بگم دیگه صحبتم رو تمام میکنم. الان فضای سیاسی اروپا مشخصا اسکاندیناوی خیلی معطوف این دادگاه حمید نوری شده و دو تا در حقیقت اتهام اصلی داره، یکی شرکت در قتل عمد و دومی مشارکت در کشتار عمومی، همچنین کرایم اگینست هیومانیتی که مشخصا اون جرم اول، یعنی مشارکت در قتل عمد، ارتباط داره با مرتدینی که اینا دهه 60 اعدام کردن. یعنی خیلی خیلی الان روی این بحث دارن صحبت میکنن خب چه اتفاقی دهه 60 افتاده، چرا مرتدین مارکسیستا و چپا یا به هر صورت اعدام شدن تحت عنوان اینکه اینا مسلمان نیستن یا از اسلام در اومدن، اکس مازلم بودن به قول معروف و اعدام شدن، و خیلی بستر آماده و فراهمه که تو این حوزه ما کار و فعالیت بکنیم. جامعه اروپا فکر میکنم بیشتر از هر زمان دیگه اشتها داره برای شنیدن این صحبت ها. به همین اعتبار فراخوان میدم به مخاطبینتون و خواهش میکنم از جمهوری بی خدایان که روی این موضوع متمرکز بشه و کار و فعالیت. مرسی، من نکته دیگه اینم. ممنون میلا جان. ممنونم میلا عزیز. خیلی خوش. من میرم. اگر دوست مجاهدمون اومد و وقت بود حالا میتونم مجدد بیام صحبت کنم. من از استدیو میرم بیرون. باش.